سریا جانم، بهترین رفیقت. بدون شک دخترم. روزی که دخترمو به دنیا آوردم میدونستم بهترین رفیقمو به این دنیا دعوت کردم. میدونستم یه روز قراره با هم خرید بریم، توی آشپزخونه پای درد و دلای هم بشینیم و از گیر و گورای روزمون بگیم. میدونی اونایی که دختر دارن، مخصوصا مامانایی که دختر دارن، میدونن که عاطفه دخترونه یه چیز دیگه است. کسی که دختر داره هرگز تنها نمیمونه، همیشه یه رفیق و همدم همیشگی کنارش داره، یه هم صحبت همیشگی کنارش داره. چه رفیقی بهتر از دخترم؟ دخترم از پوست و خون منه. مادر صدایت میزنم هر لحظه هر جا، مادر تو را میجویم از پنهان و پیدا. مادر اگر روزی نباشی در کنارم، آن روز من تنها ترین تنهای تنها. ای مهربان، ای آشنا، ای جان جانم، ای در شب تار دلم شمع فروزم. مادر کلامی، نکته‌ای، شعری، کدامی؟ تاج ادب بر فرق هر شعر و کلامی. ای نام زیبای تو از این کرده جانم، زیباتر از مادر ندیدم هیچ نامی. پروردگارا، آنچه طاقت تحمل آن را نداریم بر ما مقرر مدار و آثار گناه را از ما بشوی و ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده. تو مولا و سرپرست مایی. مطمئنن هرچی خدا بخواد همون میشه. امیدوارم خدا برات خوش بخواد، قشنگ بخواد، بهترینا رو بخواد، اونی که تو دلتر رو بخواد، چیزی که ذوقشو داری رو بخواد. آره، امیدوارم فقط اون برات بخواد. رفتم مسجد سر نماز با صدای بلند دعا کردم خدایا یه دو چرخه به من بده. یوسف سفید مرد سلام شدید گفت بچه جون، خدا که کارش دو چرخه دادن نیست، خدا کارش لطف بنده هاشه، مخصوصا بخشیدن گناهانشون. فرداش رفتم و یه دو چرخه دزدیدم. سر نماز با صدای بلند دعا کردم خدایا منو بابت تموم گناهانم ببخش. یوسف سفید مرد دوباره سلام شدید گفت آفرین بچه جون، حالا شدی یه مسلمان خوب و خدافظ. از اون روز به بعد دیگه راهمو پیدا کردم. یه گوشه دارم زندگیمو میکنم. اول دزدی میکنم، بعدم نماز و نذری و توبه و سلام. خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدم ها، چه شاهی ها خورد برم، چه بازی ها شود رسوا، چه کاذب ها شود صادق، چه صادق ها شود کاذب. عجب صبری خدا داره که پرده بر نمی‌داره.
پروردگارا، اگر ما فراموش یا خطا کردیم ما را مؤاخذه مکن. پروردگارا، تکلیف سنگینی بر ما قرار مده، بر کسانی که پیش از ما بودند قرار دادی. پروردگارا، آنچه طاقت تحمل آن را نداریم بر ما مقرر مدار و آثار گناه را از ما بشوی و ما را ببخش و در رحمت خود قرار ده. تو مولا و سرپرست مایی، پس ما را بر جمعیت کافران پیروز. بسم الله الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون. به زنها میگن دیوانه، راست میگن، چون وقتی عاشق میشن، وقتی مادر میشن، وقتی حتی یه لبخند مهربون به صورتاشون زده میشه قلبشون رو میدن. قرن هاست که به زنها آرد دادیم و نان تحویل گرفتیم، نطفه دادیم و نخبه تحویل گرفتیم، سقف دادیم و گلستان خانه تحویل گرفتیم. وقتشه که دنیا رو به دست زنان آگاه و مهربان بسپاریم تا بهش تحویل بگیریم. زنها دیوانه زندگی کردن و زندگی ساختن. زن زندگی آزادی. ای خداوند عزیز، آنقدر عزت و آبرو به من ببخش که احدی نتواند به آن خدشه‌ای وارد کند. ای خداوند رحیم، درهای رحمتت را آنچنان به رویم باز کن که هیچ دست بخیلی نتواند به رویم ببندد. ای خداوند نور، راه پیروزی و سربلندیم را چنان برایم روشن و نورانی فرما که هیچ شیطانی نتواند گمراه هم کند. ای خداوند رزاق، آنچنان رزق و روزی و برکت در زندگیم جاری کن که هرگز محتاج بندگانت نباشم. ای معبود بی همتایم، تنها تو را می پرستم و تنها از تو یاری می جویم. مرا در آغوش خودت در امان بدار. الهی آمین. عزیزم قصه نخور، زندگی با ماست، اگه باختیم امروز و فردا که برجاست. توی این شب سیاه مه گرفته نگاه کن، خورشیدی از اون دورا پیداست. عزیزم دنیا همین جور نمیمونه، یه روز آخر میشتم خواب زبوره. عزیزم شب همیشه شب میمونه، صبح میشه آفتاب میاد رو بوم خونه. عزیزم دنیا گلستون میشه یک روز، هرچی مشکل باشه آسون میشه یک روز. مهربونی جای کینه رو میگیره، هر جا دردی باشه درمون میشه یک روز. عزیزم دنیا همین جور نمیمونه، یه روز آخر میشن خواب زمونه. عزیزم شب همیشه شب نمیمونه، صبح میشه افتاد میاد دوم خونه. یه وجه کفرم دوستر خونه میباشه، او بیادر نگو از وجه زیاد خون بیخی شرم از برد. او بیادر اگه تو هم دو میزنی نول نو خیزو هم دو بزنین مرد دست تون خلاص. اگه تو از وجه بابا دوستر خواستی تو کده بی دگهش خودش میفاما، دگهش خودش میفاما. میگه کاکا در دکان خود یک توتی داشت، بعد یک دختره که تو باوری بدرگ بود میامد سودا خیدن بود. میگه دختر خلا دختر خلا میگه چی بگیم؟
میگه چقدر بدرنگ هستی. پس دختر زور میده. اگر کاکا گفت اگه تو گفت الگ دیگه دکانت بیم میرم از همسایه میخرم. گفت تو دیگه مشتری ها رو از دست میدیم. گفت خود دیگه نمیگم. صبح دخترک باز آمد گفت دختر خاله دختر خاله چی میگه؟ دیگه شب خاله میکنم. دیگه از خودتان میوام دیگه که ناوخت از خواه میخیزی بچه بیچه از باوتو نمیشه. من یاد همه ای راست خدا بگویم. من یاد همه خیلی خیلی ناوخت سر ریش بیدیده هی بینا کتاقی. صبح همه خیلی پنجرهای اتاق نواز کم کس بیایید نفامه کشو تو. بوی تولید کدی. حتر طبیعی. وقت مخیلی بچه مرسی یک خدا بگو. با تو مست مخیلی کلی که ایران بونه. بدر تو بیتی بده نماز سو بده. وقتی نماز نمیزی. خوش شب بگوی آفرین بچه مخیلی. افتخار کنه سر. یک صفحه قرآن کریم با ترجمهش بخون. ترجمهش حتما بخون عزیز دل من. که چی گفته برد؟ یک برنامه ریزیگه که صبح برد میگم. صبح نماز اکتا خواندی؟ دیگه خواست هنوز. تو وقتی کارم میکنی و خدا بیا که باز مدستای تا دست مینار دیگه مادر اونجا پیش روی کنی. یک صفحه قرآن کرد ترجمه باز یک قلم بگی چه امروز چه کار را دارم؟ امروز چی کنم؟ اینا رو تن تن رو تنظیمش کن. بعدش برو یک ورزش اکتام کن. اگه خیر جوش تغییر می تو اول مثلا ورزش تا میکنی بعد از نماز دید دلت. بعدش یک امامه کن بگی چون نرخ کدی ورزش کدی یک امامه کن میلا بتی. اگه قطعی عوض خیر افتی دو سیده فوالی اگه عوض من خودم ده نشانه رسیدن به پختگی بردباری و گذشت. یک برای تغییر خود دست به کار میشیم نه تغییر دیگران. دو دوستان آشنایان اطرافیان ما طوری که هستن اونا را میپذیریم و احترام قائل میشیم. سه درک میکنیم که فامیل مهمترین سرمایه زندگی ماست. چهار پشت گپ زیاد نمیگردیم و چیزی که داریم قبول و شکرگزار میباشیم. پنج گذشت آرامش و صمیمیت را نظر به هر چیز دیگر ترجیح میدیم. شش هیچ چیز را شخصی نمیگیریم و علیه خود نمیبینیم. هم با خود و هم با دیگران با نرمی برخورد میکنیم. هفت با موفقیت و کامیابی دیگران خوش میشیم. هشت از جنجال و پرخاشگری میگذریم. نو خود را با دیگران مقایسه نمی کنیم و ده در هر موقعیت و هر جای با خود و با هم صادق باشیم. من برای نگه داشتن کسی تو زندگی می جنگم ولی وقتی یکی تو زندگیمه تا دلت بخواد برای خوشحالیش می جنگم. ازش دفاع می کنم، مواظبش بودن رو خیلی خوب بلدم. کسی که لایق من باشه و دوستم داشته باشه خودش مونه رو یاد می گیره. نماز بخوان. نماز کلید هر در بسته می باشد. نماز کلید سعادت و خوشبختی می باشد. نماز درد دل کردن، راز و نیاز کردن با پروردگار عالمیان، پروردگاری که زمین و آسمان ها را آفریده می باشد. نماز بخوان.